مراوات بین دو تیمه. چادر مالوی اردکان و نصر افسنجان. اردکان سالون آیت الله خاتمی. ترکیب شروع کننده تیم مصر رو در این فرصت پیش آمده براتون بازگو میکنم. شماره 4 امیر حسین ناوی، شماره 5 امین نجفی، شماره 6 عیسی ناصری، شماره 12 موعود آقاپور، شماره 13 کاپتان جواد حسین آبادی، شماره 15 رحمان داوودی لیبرو، شماره 16 مصطفی حیدری، سرمربیگری محمد کاظم. شروع میکنن رقابت رو با سرویس کاظم کارخانه و پیاز اول رو زرینی با اسمک زیباش به دست میاره برای تیم چادر مالو. ترکیب اولیه تیم چادر مالو رو هم اعلام کنند. حمزه زرینی، مهرداد بابایی، احد حسنزاده، امیر کرمی، موسی سخاوی و قاسم کارخانه با سرمربیگری آقای کامبیز یعقوبی. دستان ناوی، حالا ببینیم چیکار میکنه با این توپ. رحمان داوودی، خود احد، رحمان داوودی، حالا خود رحمان و پیاز اول رو رحمان داوودی برای تیمش دشت میکنه. موعود آقاپور در خط سرویس برای تیم سرسیو میزنه در زمین تیم چادر مالو جا نمیشه. باباهی شماره 4 تیم چادر مالو در خط سرویس برای این تیم در دستان امیر حسین ناوی، حالا خود رحمان داوودی و توپ و امتیاز رو تیم مصر میده جناب آقای امید فولادی داور اول این دیدار. کاپتان جواد حسین آبادی در خط سرویس برای تیم مس. ببینیم حسین آبادی با این توپ چه میکنه. دستان سخاوی سرویسی رو هم زد. حالا ببینیم حمزه دریافت بعد از امیر حسین ناوی، حالا رحمان داوودی توپ برگردون حمزه. حالا ببینیم با این توپ چه میکنه. حیدری بود که توپ جمع کرد و دفاع ناقصه فامون نوروزی بود که توپو به اول صد. امتیاز سوم برای تیم مس به دست. کاپتان جواد حسین آبادی در خط سرویس. حسین آبادی که زمانی هم در اردکان در تیم خاتم توپ میزد در دستان قاسم سرویس های رو هم میزنه. حمزه صفایی داری خوب جمعش کرد توپو. رحمان داوودی مجبور میشه توپ رد کنه. حالا احد، حمزه و دفاع ناقص است امین نجفی و عیسی ناصری که امتیاز سوم رو برای چادر مالو برمغان میاره. حسنزاده بازیکن رفسنجانی تیم چادر مالو در مقابل تیم شهرش امروز به زمین رفته. سعی میکنه کمتر شادی هم انجام بده احد که از با اخلاق ترین و نجیب ترین بازیکنان دیگه برتر ولی کشور احد حسنزاده. ببینیم چی کار میکنه با این توپ. کاپتان دفاع شد. حالا داوودی تو امتیاز تیم مصر رسید. کرمی هست واسه این توپ بر نایم. حالا رحمان داوودی تیمش بزن. سخاوی، احد و
عرفان نوروزی که کارو تموم میکنه. عرفان چه زیبا اسپکی زد عرفان نوروزی. حمزه سرویسش مستقیما نوت مسابقه کار 5-5 در ست اول مساوی. دو تیم پا به پای هم دارن بالا میرن. هر دو تیم برای اینکه بتونن جواز پلی آف رو به دست بیارن نیاز به برد دارن. سرویس زد عیسی ناصری. حالا کرمیست که توپ فقط رد میکنه رفته بعد از امان داودیو. تیازی که برای چادر ملو به دست میاد. دستان رحمان. حالا چه اسپکی رو زد مود آقا پورو. امتیازشو امتیاز تیمشو عدد 6 تبدیل کرد. 6-6 دوباره دو تیم با هم برابرن. امین نجفیه که باید بازی رو شروع کنه. سرویسو میزنه دستان سخاوی. حالا هرچه نقشه ای و حمزه زرینی است و که جوندارو بیچونو چرای حمزه. امیر کرمیه که باید بازی رو شروع کنن در دستان مصطفی حیدری. حالا چه اسمکی رو زد رحمان داودی و بازیکنان مصر اعتراض دارن به این که میگن توپ داخل بوده ولی که خبران خط توپ رو آوت گرفتن. امتیازه 8 برای چادر ملو 8-6. دوباره امیر کرم سفسیو میزنه توپش در زمین تیم مصر جا نمیشه. توپ امتیاز برای تیم مصر. امیر حسین ناوی سفسیو میزنه سخاوی. حالا مرداد بابایی فرقی که مستقیما به اوت میره. مصر دوباره اختلاف امتیازات رو جبران کرد. چادر ملو رسید 8-8. ناوی حمزه زرینی. حالا حد قاسم کارخانه و عالی زد قاسم. اسپکی که دستان دفاع مصر برخورد کرد و به اوت رفت. امتیاز نهم رو برای چادر ملو برمان آورد قاسم کارخانه. خود قاسم در خط سرویسه برای تیمش. چیو میزنه در دستان حیدری. حالا ببینیم چی کار میکنه با این توپ. موعود آقا پورو توپه موعود مستقیما به اوت میره. قاسم کارخانه سرویسو میزنه. ناوی توپه برگردون. حالا رضا داوودی و رحمان داوودی که اسمکش در زمین چادر ملو جا شد و امتیاز نهم رو
برای تیمش به ارمغان آورد. ما او ببینیم چه میکنه با این سرویس. حد چه نقشه ای امیر کرمی تو پرات کرد فقط. ببینیم رحمان داودی و دفاع خوبه مهداد بابایی که اسپک رحمان و خونسا کرد. خود مرداد بابایی سمسیو میزنه در افته بعده رحمان داودی. حالا کاپتان جواد حسین آبادی و امتیاز و یه اسمک زیبا خود کاپتان حسین آبادی میره که سرویس رو بزنه دو شروع کننده بازی بشه. سرویس های خوبی رو میزنه جواد در زمین چادر مالو جا نمیشد. توپ امتیاز به چادر مالو میرسه. دوازده بر ده چادر مالو جلوه در ست اول. احد حسن‌زاده تور مانع از عبور توپش شد. رحمان داودی ببینیم چی قراره بزنه در دستان حمزه. حالا حد عرفان نوروزی و توپی که به سرپنجی دفاع تیم مس برخورد کرد و به اوت رفت و توپ امتیازو برای چادر ملو برمغان آورد. کاپتان حمزه زرینی شروع کننده بازی توپش به لبه تور برخورد دریافت عالی از رحمان داودی و اسمک زیبا از کاپتان جواد حسین آبادی. اختلاف امتیازات به حد اقل میرسه 13 بر 12. عیسی ناصری باید بازی رو شروع کنه. توپش مستقیما به اوت میره. امتیاز 14 به چادر ملو میرسه. سرویس‌های زیادی رو خراب کرده تیم مس. عرفان نوروزی بازی رو شروع میکنه در دستان رحمان داودی. حالا امیر حسین ناوی سبکش تبدیل به امتیاز شد و امتیاز 13 رو روی تابلو برای تیمش به نمایش در آورد. نجفی شروع کننده باز است. امین نجفی در دستان قاسم. حالا حچه نقشه امیر کرمی که به صورت جای خالی زد ولی به هیچ یک از مدافعین تیم مس برخورد نکرد و توپ امتیاز به تیم مس رسید. 14-14 دو تیم با هم برابر در ست اول. اختلاف امتیازات رو جبران کردن شاگردان محمد کاظم. کماکان نجفیه که در خط سرویس موسا. حالا حد خود امیر و کارو تموم کرد امیر کرمی.
بر کرمی شروع کننده بازی است در دستان رحمان داوودی. حالا جواد حسین آبادی بود که اسمکش زد و نزدیک بود از خط وسط زمین عبور کنه، در هفته بعد رحمان داوودی که امتیاز 16 رو برای چادر منو و اربغان آورد در انتهای زمین در هفته بعدی رو انجام داد. رحمان امتیاز 16 که محمد محمد کاظم رو مجبور به گرفتن تایم فنی گرفت. ببینیم تفکرات کدام یک از سرمربی تاثیرگذار در روند بازی است. دو تیم بر میگردن به بازی و امیر کرمی است که باید بازی رو شروع کنه. کرمی شروع کننده بازی است در دستان داوودی. حالا عالی میزنه مقود آقا پورو، امتیاز 15 رو کسب میکنه برای تیمش. ناویه که باید بازی رو شروع کنه. سخاوی احد با اسفک قاسم کارخانه که دریافت میکنه ناوی و حالا کاپتان جواد حسین آبادی. شادی جالبی هم از خودش نشون داد به همراه مصطفی ایدری. دو تیم در امتیاز 16 به هم رسیدن دوباره. ناوی بازی رو شروع کرد، پش در زمین چادر ملو جا نشد. ناوی از زمین بیرون میاد و رضا اصلانی به جای اون وارد زمین میشه. کارخانه لبه تور بخورد کرد سرویسشو مستقیما، یه ایس گرفت قاسم. شروع کننده بازیست قاسم در دستان رضا اصلانی. حالا ببینیم چی کار میکنه و دفاع جانانه است مهداد بابایی که مقود آقا پور رو دفاع کرد. تک دفاع زیباست مهداد بابایی. کماکان قاسم در خط سرویس برای چادرمان دفتیو میزنه در دستان رحمان داوودی. اسمکه عالی است محمود آقا پور که این دفعه تبدیل به امتیاز شد برای تیمش. 19-17 دفتیو میزنه. حالا مهداد خطا گرفت داور پایین و توپو امتیاز رو به تیم چادر ملو داد. اعتراض بازیکنان مس حالا مهداد بابا و
آن داوودی دریافت ناقصی داشت. حالا ببینید چی کار میکنه، میتونه اسپکشو بخوابونه که یا نه. حالا حمزه برگردون مصطفی دریو با درحمان توپو فقط رد کرد و دفاع میشه حمزه زرینی توسط جواد حسین آبادی و عیسی ناصری. کپتان حسین آبادیه که باید بازی رو شروع کنه. جواد حسین آبادی سرویسو میزنه، امتیاز مستقیم سرویس میگیره کپتان حسین آبادی. اختلاف امتیازات رو به حداقل رسوندن. علی والیسای تیم مصر و کابوزی خوبی رو مجبور به گرفتن وقت استراحت فنی اول کردن. کام کپتان حسین آبادیه که در خط سرویس باید بازی رو شروع کنه برای تیم مصر. سرویسیو میزنه در دستان حمزه زرین، حالا خود حمزه و برگردوندن توپ بچه های مصر. احد چه نقشه این نوروزی و موفق نوروزی. احد حسنزاده باید بازی رو شروع کنه در دستان رحمان داوودی. حالا ببینیم حسین آبادی با این توپ چه میکنه. دریافت کردن بچه های چادر معلوم و اسمک عالی از زرینی و دفاع ناقص تیم مصر که امتیاز 22 رو برای چادر معلوم برمغان آورد. وقت استراحت میگیره آقای محمد کاظم. در ساعت دومش هست محمد کاظم. شروع کرد حسن زاده. حالا ببینیم حسین آبادی چه میکنه و دفاع بعد حمزه زرینی که امتیاز 20 رو برای تیم مصر برمغان میاره. ناوی و دانیال صادقی به زمین میان و رضا اصلانی و رحمان داوودی از زمین بیرون میان. حالا دانیال صادقیه که خط سرویس قرار میگیره برای تیم مصر.
میزنه سرویشش رو در دستان موسا. حالا حمزه دفاع شد و قاسم برگردون توپو، موسا توپو رد کرد. حالا ببینیم چه میکنه جواد حسین آبادی و اسمک زیباست جواد حسین آبادی. اختلاف امتیازات رو به حداقل میرسونن دوباره بچه های تیم مس. حالا خود صادقی دستان زخاوی، حالا احد، حمزه و اسمک زیباست حمزه زرینی. سه بر 21. حالا کاپتان زری نیست که در خط سرویس قرار میگیره. سرویسش به لبه تور برخورد کرد و دفاع رحمان داوودی در افت رحمان داوودی. حالا موسا قاسم و دفاع زیباز امین نجفی و سید ایسا ناصر. حمزه زرینی از زمین بیرون میاد و جای خودشو به مشتبه قلیزاده میده. حالا سید ایسا ناصری است که باید بازی رو شروع کنه. به لبه تور برخورد کرد و تبدیل به امتیاز شد سرویس سید ایسا. دو تیم در امتیاز 23 به هم رسیدن. ببینیم آقای یعقوبی تایم اوت میگیره یا نه. بله، درخواست وقت استراحت میکنه جناب آقای گامبیزی یعقوبی. دو تیم در ست اول در امتیاز 23 با هم برابرند. ببینیم برنده این دست کدام یک از دو تیمه که هر دو برای رسیدن به پلی آف نیاز شدید به برد دارن. هفته گذشته چادر ملوی اردکان میهمان تیم شهداب یزد بود که 3-1 شکست خورد و مثل رفسنجان هم در همین سالون میهمان ایفا سرام اردکان بود و 3-2 شکست و شاگردان محمد کاظم. ببینیم چی کار میکنه با این توپ ایسا ناصری. دریافت کنه نوروزی و تمومش کرد ارفان. کاپتان تیم ملی والیبال جوانان کشورمون ارفان نوروزی. دستان مصطفی حیدری. حالا ببینیم جواد حسین آبادی تو پشت دفاع شد دوباره توپو برگردوندن. رسن ناوی آیا اسفک آروم توپو به دست مدافعین چادر ملو برخورد داد و توپو امتیاز به تیم مصر رسید. دو تیم در امتیاز 24 با هم برابر. Thank you.
توپشو زد امین نجفی، حالا ببینیم امیر کرمی و عالی میزنه اسفکشو امیر کرمی. تعویض برای تیم چادر ملو، فاضلش فجومان پاسور این تیم به زمین میاد و احد حسن زاده از زمین بیرون میره. میانگین ارتفاع مدافعین خودشو زیاد کرد با این تعویضش. کامبیزی یعقوبی، حالا امیر کرمی به تور برخورد کرد و تازه 25 رو دو دستی به تیم مس داد امیر کرمی. امیر حسین ناوی در خط سرویس برای مس سرویسو میزنه در دستان قلی‌زاده. حالا پارسای دری تو پرد کرد، احد حسن زاده توپو برگردوند و حالا خود پارسا و اسم کالی است. پارسا ایدری که به دستان مدافعین تیم مس برخورد کرد و امتیاز 26 عمرو برای چادر ملو برمغان آورد. شتاب قلی‌زاد از زمین بیرون میاد و حمزه زرینی به جاش به زمین میاد. پارسا ایدری هم جای خودشو به قاسم کارخانه میده. قاسم کارخانه سرویسو میزنه در دستان ناوی، حالا ببینیم رحمان داودی با این توپ چه میکنه. موسی سخاوی که به توپ نرسید و باز هم دو تیم به هم رسیدن، این بار در امتیاز 26. باود آقا بود تو پشتر زمین تیم چادر ملو جا نمیشه. چه امتیازی و چه سرویسی و چه اشتباهی در کجای کار. مرداد بابایی ببینیم ستو تموم میکنه یا نه. مرداد در دستان ناوی، حالا رحمان داودیو اسپکی که نذاشت این ست در این جای کار به پایان برسه. امتیاز 29 شروع مشخص کننده برنده بازی است. جواد حسین آبادی کاپتان در خط سرویس برای تیم مثل رفسنجان. سرویسو میزنه و او هم خراب میکنه. چه سرویس هایی رو خراب کردن بچه های تیم رفسنجان. لاحت در دستان ناوی، جواد حسین آبادی، حالا ببینی رحمان داودی و توپش در زمین چادر ملو خوابید و 28-28 دو تیم باز هم برابر شد. حالا خود داودی میره که بازی رو شروع کنه. دستان زرینی، چه نقشه خود حمزه دریافت کرد رحمانو. حالا احد نفته نسبتا خوبی نداشت، حمزه مجبور شد توپ رد کنه. رحمان داودی، امین ناوی و توپ برگردوندن دوباره بچه های چادر ملو. ببینیم
مصطفی داری جواد حسین آبادی و تبدیل به امتیازش میکنه کاپتان جواد حسین آبادی. حالا تیم مسه که جلو افتاد یک امتیاز. رحمان داوودی سرسیو میزنه، حمزه زرینی، حالا عرفان نوروزی و دفاع ناقصه بچه های مسو اسمکالی عرفان نوروزی، دو تیم رو باز در ایستگاه 29 در ست اول به هم رسوند. حالا کاپتان حمزه زرینی است که باید بازی رو شروع کنه. سرویسو میزنه در دستان ایدری، چه سرویسی رو هم زد جواد حسین آبادی و دریافت بعد از احد حسن‌زاده و ایمان طالعی که امتیاز 30 رو به تیم مس داد. ایمان طالعی که بعد از محرومیت سجاد جلودار گیاند، ایمان لیبرو در خدمت تیمش و سرمربیش قرار گرفت. زید عیسی ناصری در دستان قاسم، زید زرینی، ببینیم قاسم با این توپ چه میکنه، به دستان امیر حسین ناوی برخورد کرد و به اوت رفت. سی سی امتیاز 32 حالا تعیین میکنه که کدوم تیم برنده این بازی است و این ست. چه بازی جذابی شده. صفا رحمانی حالا اومد بودتر کار رو تموم کنه، آقاپور رو تمومم کرد، موعود آقاپور. نجفی شروع کننده بازی است، امین نجفی. قاسم احد، مرداد بابایی و کارو تموم میکنه مرداد با اسمک عالیش. حالا امیر کرمیه که شروع کننده بازی است در دستان حیدری، حالا زد توپشو، آقاپور میخواست به صورت جای خالی بزنه، برگردون حیدری توپشو، حالا حسین آبادی توپش به دستان دفاع چادر ملو برخورد کرد و در زمین خود چادر ملو خوابید. کجای کار دارن اشتباه میدن بچه های چادر ملو، چه امتیازات. قاسم احد، خود قاسم با امتیازو گرفت از سیب مس. 32-32 گفتم دو تیم برای صعود به 8 تیم اول جدول لیگ برتر والیبال و جواز حضور در پلی آف نیاز به این برد دارن. خود قاسم در دستان ایدری، حالا رحمان داوودی و توپش که مستقیما به اوت میره.
حالا قاسم 33 بر 32 جادمالو پیش میفته، خود قاسم در دستان ناوی، حالا رحمان داوودیو توپی که در زمین چادرمالو جا خوش کرد. 33-33 دو تیم باز در امتیاز 33 وام به هم رسیدن. قود آقا پوره که باید بازی رو شروع کنه. به جاداد داورو گفت که سوت نزده بوده بازی رو شروع کرده. مهود آقا پور چیو میزنه مهود در دستان موسا، احد حمزه دفاع شد، حمزه باز احد، دوباره حمزه و این بار کارو تموم میکنه کاپتان حمزه زرینی. ببینیم چادرمالو امتیاز 35 رو میگیره یا نه. مرتاد بابایی شانسی آوردن بچه های مصر، توپ کجا رد کردن، حمزه ایبا گیاز 35 با اشتباه فاحش بازیکنان تیم مصر. و جنگندگی بچه های چادرمالو به دست اومد، راحت کشیدم من.
سید عیسی ناصری است که شروع کننده ست دومه. شروع میکنه ناصریو در دستان سخاوی و مرداد بابایی که امتیاز اول دست ست دوم رو به نام چادر ملو رقم میزن. خود مرداد حالا شروع کننده بازی است. ببینیم ناوی چی کار میکنه که عالی از حمزه زرینی. حالا مرداد بابایی شروع کننده بازی است. کماکان حالا ناوی خود حسین آبادی پاس میده. ببینیم چی کار میکنه محمود آقا پورو. حالا حسن‌زاده است که اسمک زیبا میزنه. احد حسن‌زاده شماره 17 پاسور با اخلاق تیم چادر ملو. توپ امتیاز تیم مصر رسید. حالا امین نجفی دستان قاسم. حالا امیر کرمی و اسمکی که دستان دفاع تیم مصر برخورد میکنه به اوت میره. و ده حد شروع کننده بازی ببینیم موعود و اسمک عالیه موعود آقا پور. رسن ناوی شروع کننده بازی است. توپش مستقیما به اوت میره. کاپتان حمزه زرینی دستان ناوی. حالا حسین آبادی و اسم کالی است جواد حسین آبادی. موعود آقا پور در خط سرویس برای تیم مصر. موسا چه نقشه ای. احد امیر کرمی و باز هم اسمکشو میزنه و دستان دفاع تیم مصر برخورد میکنه و به اوت میره. توپ امتیاز برای چادر ملو یارد. عرفان نوروز در دستان ناوی. حالا رحمان داودی و دفاع عالی از بچه های چادر ملو. سه اختلاف امتیاز
ست دوم 6-3 چادرمانو پیش میفته در ست دوم. دستان حیدری حالا دستان آسری و دفاع عالی است مهداد بابایی و امتیاز هفتم برای چادرمالو. امین نجفی از زمین بیرون میاد و دانیال صادقی به جای اون وارد زمین میشه. کماکان نوروزی است که بازی رو باید شروع کنه. ناوی حالا دانیال توپ رد کرد رحمان داوودی حالا مهداد و میره کرمی که دفاع شد و توپ برگردوند و رحمان داوودی که اختلافی را پیش میاره. حالا حسین آبادی پش به لبه تور برخورد کرد. موسی امیر کرمی چه میکنه با این توپ برگردوندن توپ بچه های چادر ملو. حالا حیدری و دریافته ناقص از حمزه که ببینیم موفق نمیشن 100%. تلاش خودشونو کردن بچه های چادر ملو و آفرین به غیرتشون. جواد حسین آبادی دستان قاسم امیر کرمی و برگردوندش مصطفی حیدری. حالا حسین آبادی در دستان حسن زاده پاس میدم به امیر کرمی برش گردوندن آفرین و به اوت رفت توپشون. کامبیز یعقوبی طرف امتیازات رو جبران کردن بچه های محمد کاسم. حتی اقل رسوندن کاپتان حسین آبادی. ببینیم
چه میکنه با این توپ جواد؟ حسین آبادی در دستان موسی، حالا قاسم و اسمکالی از قاسم کارخانه. کرمی در خط سرویس برای چادر ملو، دستان ناوی، دریافت بعد ناوی که تیاز نهم رو دو دستی تقدیم چادر ملو کرد. هواداران حاضر در سالون هم صدا تشویق میکنن امیر کرمی رو. چو میزنه در دستان ناوی، حالا دانیال رحمان داوودی فولادی وارد حاشیه میشه بازی و وارد دوم انتقاد داره که پای رحمان داوودی از روی خط وسط رد شده. آقای فولادی اول رای و امتیاز رو به نفع تیم مصر داد، اما داور دوم نظر آقای فولادی رو برگردوند و توپ امتیاز به تیم چادر ملو رسید. کماکان کرمی است که باید بازی رو شروع کنه در دستان مصطفی، حالا اشتباه عالی از بچه های تیم مصر که اون هم مورد اعتراض شد. فولادی که باید با هر دو کاپیتان دو تیم صحبت کنه. و دستور به شروع بازی نداده هنوز امید فولادی وندا. حالا اختلافات حل میشه. بار میخواد بازی رو شروع کنه. رحمان داوودی است که باید بازی رو شروع کنه. امیدوارم که بازی باشیه نره. امان داوودی در دستان حمزه، حالا قاسم کارخانه و اسمکالی از قاسم شماره 22 تیم چادر ملو. خود قاسم باید بازی رو شروع کنه. 11-7 چادر ملو جلوه از تیم مصر رفسنجان در ست دوم. سپسیو میزنه در دستان رحمان داوودی، حالا دانیال جواد حسین آبادی و دریافت بعد از قاسم کارخانه و موسی سخاوی که به دنبال توپ دوید اما نرسید. توپ امتیاز برای مصر، موفق جواد حسین آبادی. سیدی ساناسری است که باید بازی رو شروع کنه.
سیدیسا ببینیم با این توپ چه میکنه موسا. حالا قاسم پاس میده به حمزه زرینی، دفاع شد مرداد، حالا پاس به امیر کرمی است و کالی از امیر کرمی و شادی منحصر به فرد امیر. تشویق هواداران حاضر در سالن هم قرار گرفت امیر. چهار امتیاز اختلاف در ست دوم، 12-8. چادر ملو پیش میفته در ست دوم، در ست چماری هم 1-0 جلو تیم چادر ملو. فولادی خطا میگیرن و توپ و امتیاز رو به تیم مس میدن. دانیال صادقی قاسم، حالا امیرو فای عالی از ناوی و موعود آقاپور. دانیال صادقی است شروع کننده بازی است. قاسم پاس میدن به عرفان نوروزی و دستان دفاع تیم مس اسمک عرفان رو به اوت میزنن و توپ امتیاز برای چادر ملو به دست میاد. عده حسن زاده بازیکن رفسنجانی تیم چادر ملو پشت به لبه توپ برخورد کرد. حالا ناوی، ببینیم قاسم در انتهای زمین توپ رو برگردوند. حالا نوبت به حمزه است که کارو تموم میکنه. حمزه سرینی خود احد تور مانع از عبور توپ شد. ناوی، او هم سرویسش رو خراب میکنه. 15-11 چادر مالو پیشه در ست دوم از تیم مصر افسنجان. کاپتان زرینی است که باید بازی رو شروع کنه. چه عالی میزنه سرویسشو. یه تردستی جالب از کرمی و امتیازی که به چادر ملور است. سرعت دومش هم میگیره محمد کاظم در ست دوم.
کاپتان زرینی بیشتر زمینه تیم مز جا نمیشه. حمزه، خود حمزه به صورت دوبله وسط فعالی میزنه. کاپتان زرینی حسین آبادی و اسم کالی از کاپتان جواد حسین آبادی. جواد حسین آبادی است که بازی رو شروع کنه. چه میزنه به لبه تور برخورد کرد موسا ارداد بابایی هر طریقی بود توپ رو برگردوند. حالا جواد حسین آبادی و دفاع حالی از قاسم کارخانه که شادیه دو نفره جذاب هم کردن امیر کرمی و قاسم کارخانه که دیدنی بود. پنج امتیاز اختلاف هنوز نتونسته جبران کنه محمد کاظم و یارانش. سرویس کرمی در زمین تیم مز جا نمیشه. ناوی باز هم وارد زمین میشه و رضا اصلانی از زمین بیرون میره. رحمان داودی شروع کننده باز است. تور مانع از عبور توپش میشه. امتیاز 19 هم برای جادر ملو به دست میاد. دانیال و رو تموم کرد عیسی ناصری، سید عیسی ناصری. سید عیسی شروع کننده بازی است. موسا حالا پاس میدن به حمزه و کاپتان زرینی که اسمکشو جوندار و بیاروادی است تبدیل به امتیاز کرد. حمزه زرینی علیرضا عبدی به جای موعود آقا پور وارد زمین میشه. محمد کاظم برای همه کاری میکنه که اختلاف امتیازات رو جبران کنه. مرداد بابایی، دانیال، جواد حسین آبادی و دفاع ناقص هست بچه های چادر ملو که امتیاز 16 هم رو برای تیم مس برمغان میاره. دانیال ساده تیم مس چو میزنه مستقیما بوت میزنه. چقدر سرویس خراب کردن بچه های تیم مس. چه موقعیت هایی رو از دست دادن با این خراب کردن سرویس. تعجب هم داره که یک شمه با ایفا سرام در این سال اون بازی داشتن و الان هم که با تیم چادر ملو قبل از مسابقه هم قبل از هر مسابقه یک بار در این سالون تمرین کردن. نمیتونم بگن که این سالون
اصلاشون ناشناس. امیر حسین ناوی در دستان موسا. حالا امیر و شلیک عالی است امیر کرمی. کاپتان زرینی که توپش مستقیما لوت میده. 22 بر 18. کاپتان از زمین بیرون میره. مشتبه قلی‌زاده جای او وارد زمین میشه. عبدی احد پاس میده به قاسمو. پش مستقیماً به اوت میره قاسم کارخانه. توپ امتیاز و تیم مصر رسید. علیرضا عبدی موسا. حالا امیر و جای خالی خوابون توپشو در زمین تیم مس. داوودی داور پایین اشاره میکنه بوده که داور پایین قبول نمیکنه این حرف. عرفان نوروزی شروع کننده یه بازی است برای تیم چادر ملو. ناوی حالا خود ناوی دانیال جواد و حسین آبادی و آبون توپشو در زمین چادر ملو. کاپتان حسین آبادیه که باید بازی رو شروع کنه برای تیم مس. سرویسش مستقیما به اوت میره. توپ امتیاز برای چادر ملو. حسن‌زاده از زمین بیرون میاد و فاضل پشومان به جای اون وارد زمین میشه. امیر کرمی در خط سرویس همون چیز مایاز تا چادر ملو امتیاز 25 رو کسب کنه. آن داوودی خود رحمان برگردوندش امیر کرمی. حالا قاسم توپ رد کرد جواد حسین آبادی. دانیال ببینیم پاس به خود جواد داد و گرفت موسا امیر کرمی و دفاع شد امیر. دفاع عالی از زهمان داوودی و سید عیسی ناصری. بچه های چادر ملو نتونستن امتیازه سفنجام رو کسب کنن و ست دوم رو در همینجا خاتمه بدن. رحمان داوودی در دستان قاسم. خود قاسم و پش پس و کش مستقیما به اوت رفت. 24-22 مجبور به تعویض میشه آقای یعقوب. کارخانه رو از زمین بیرون میاره.
سایدری جوان خوش عادیه یه ارومیه ای رو وارد زمین میکنه. کماکان رحمان داوودی در خط سرویس برای تیم مس. موسی احد، حالا امیر کرمی و دفاع شد. دفاع عالی از سید عیسی ناصری. برگشتن بچه های تیم مس و داره خطر ساز میشه برای چادر ملو. احتمال داره سست قبلی بشه. سرعت رو گرفت آی یعقوبی. رحمان داوودی بازی رو شروع میکنه. یه ایس میگیره رحمان، باورشون نشد بچه های تیم مس که به این راحتی امتیاز برابر 24-24 رو کسب کنن. رفت تا 26. کار داره بیخ پیدا میکنه برای تیم چادر ملو. شاگردان محمد کاظم جبران کردند اختلاف امتیازات رو. ببینیم رحمان داوودی با این توپچه حمزه، حالا قاسم و امتیازه 25. ببینیم قاسم میتونه کار رو تموم کنه برای چادر ملو یا نه. سرویسیو میزن دانیال، پاس میده به ناوی، دوباره دانیال، خود ناوی. ببینیم کرمی احد و ساید پاس داد به حمزه زرینیو. توپ امتیاز به چادر ملو رسید. 26-24 ست رو تموم کردن بچه های چادر ملو.
یاماری هم بگیریم از بازی های همزمانی که آبای مسابقه داره برگزار میشه در سراسر کشور. ببینید قصه‌گرگان موفق شده 3-1 سایپای تهران رو از پیش رو برداره. گیتی پسند اصفهان 2-1 از ایفاسرام اردکان جلوه. شهداب یزد 2-0 از شهرداری گنبد جلوه. شهرداری ارومیه و طبیعت اسلام شهر در ست جماری 1-1 با هم برابرند. هورسان رامسر موفق شده در مشهد دوست رو از تیم نیان الکترونیک مشهد بگیره و بازی پیکان تهران و فولاد سیرجان ایرانیان که یکی از جذاب‌ترین بازی های هفته به شمار میاد ساعت 6 در سال فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد. تازه اول رو تیم مصر دشت کرد. حالا امیر کرمی رفته ناقص از دانیال صادقی و امتیاز اول برای چادر مال. مهرداد بابایی شروع کنه بازی رو در دستان رحمان داوودی. خود رحمان و سبک عالی از رحمان داوودی که امتیاز دوم رو برای تیم مس برمغان میاد. کاپتان جواد حسین آباد بعد قاسم کارخانه و امتیاز سوم تیم مس. توپ امتیاز برای مس رفسنجان. ببینیم شاگردان یعقوبی میتونند 3-0 تیم مس رو از پیش رو بردارن یا نه. عرفان نوروزی حمایت از بچه های تیم چادر ملو. کاپتان زرینی و دفاع عالی از بچه های تیم مس. محمد کاظم هم تشویق میکنه بچه های خود تیم خودشون. 4-1 جلو میفته تیم مس در ست سوم. وقت استراحت میگیره یعقوبی. ببینیم مشکل کار از کجاست. جواد حسین آبادی باید بازی رو شروع کنه. ببینیم چه میکنه با این تو. موسا حالا پاس از احد و حمزه برش گردون جواد. حالا ببینیم رحمان داوودی چه میکنه با این تو. موسا زرینی بعد ناویو
امتیاز دوم برای چادر ملو. حسن زاده دستان ناوی تموم میکنه کارو. سید عیسی ناصری با اسمک زیبا جونداری که زد. 5-2 تیم مس از میزمان خودش چادر ملو جلوه. ست سوم ست چماری اما چادر ملو دو بر صفر جلو است. مصر افسنجان دریافت است. قاسم کارخانه چه نقشه ای. حمزه زرینی و دفاع ناقصه بچه های مصر که توپو به اوت میزنن و توپو امتیاز به چادر ملو میرسه. خود کاپتان حمزه زرینی است که در خط سرویس قرار میگیره. سرویس رو میزنه در دستان مصطفی حیدری. چه سرویس پرقدرتی هم بود. دفاع شد. دوباره رحمان داودی پاس میده به کاپتان حسین آبادی و جواد حسین آبادی اسپکشو مستقیما به اوت میزنه. اختلاف امتیازات به حداقل رسید برای تیم چادر ملو. 5-4 شروع کننده بازی حمزه زرینی توپش مستقیما به اوت میره. سید عیسی ناصری توپش در زمین چادر ملو جا نمیشه. یک لحظه تابلو متایش اشتباه نشون داد. شیش بر 5 تیم مس یک امتیاز از چادر ملو جلوه. نوروزی در دستان رحمان داودی سخت. جواد حسین آبادی و عالی میزن اسمکشو. دانیال صادقی احد حمزه زرینی و عالی میزنه کاپتان حمزه زرینی. حالا امیر کرمی شروع میکنه بازی رو. ببینیم چی کار میکنه جواد و توپی که به دستان دفاع تیم چادر ملو برخورد میکنه و امتیاز هشتم رو میسازه برای تیم مس. امیر حسین ناوی توپش به تور میخوره. از به تور رد نمیشه.
قسم کارخانه است که در خط سرویس برای تیم چادر ملون قرار گرفته. حالا جواد حسین آبادی دریافت از کرمی، قسم پاس میده به کاپتان زرینی و دریافت بعد مصطفی حیدری و اسمک عالیه حمزه زرینی، دو تیم رو در امتیاز هشتم به هم میرسونه. محمد کاظم وقت زراعت میگیره، سرمربی تیم مثل رفسنجان، یکی از با اخلاق ترین افراد حاضر در لیگ برتر والیبال کشور، چه در دوران بازیکنی چه حالا که در پست سرمربی داره به تیمش خدمت میکنه. قاسم کارخانه دستان مصطفی حیدری برمیگردون ناوی، حالا رحمان داودی و دفاع عالی است مهداد بابایی. آقای فولادی توصیه میکنه خودش یادیاتون رو آروم تر انجام بدین تا حاشیه‌ای درست نشه. حالا بچه های چادر ملو اختلاف امتیازات رو جبران کردن و یک امتیاز پیش میفتن از تیم مس. قاسم ناوی، حالا رحمان داودی توپش به لبه تور برخورد کرد و به اوت رفت. 10-8 بچه های چادر ملو پیش میفتن، میهمان خودشون مثل رفسنجان. کماکان قاسم کارخانه است در خط سرویس قرار داره. حالا جواد حسین آبادی و دفاع ناقص است، دفاع ناقص است بچه های چادر ملو که امتیاز رو به تیم مس میده. عبدی سخاوی، حالا مرداد بابایی و کارو تموم میکنه مرداد. یه شادی جذابی رو هم حمزه نشون میده، شادی های خاصی رو در این بازی دیدیم از بچه های چادر بالو و هم از بچه های تیم مس. مرداد، حالا رحمان داودی که اسمکش تبدیل به امتیاز شد برای تیمش. تیم مس در تکاپو برای جبران اختلاف امتیازات، مسی که سه امتیاز جلو بود و چادر ملو تونست اختلاف امتیازات رو جبران کنه و یک امتیاز جلو بیافته ازش. آبادی چه قدرتی میزنه سرویسشو، عرض پاس بده حمزه، حمایت از بچه های چادر ملو، دوباره حمزه دفاع شد، بار احد، این بار امیر کرمی و دریافت بعد حسین آبادی، امتیاز 12 رو برای چادر ملو برمغانو. Thank you.
مساوی زودتر تمومش کرد امین نجفی. یازده به نفع چادر بر احوان داودی. دستان موسا، حالا حمزه و شلیک به قلب مس توسط کاپتان زرینی. سیزده بر یازده. ایس جذاب بگیره کاپتان. وقت استراحت بگیره حالا محمد محمد کاظم. استراحت دومش هم هست. کاپتان زرینی باید بازی رو شروع کنه. حسین آبادی بود که اسپکش رو تموم کرد. ایسا ناصری چون میزنه سخاوی. حالا احد امیر کرمی و برش گردوندن. ببینیم نرسید به زمین چادر ملوتو و تلاش بچه های مس بی ثمر موند. حالا نوروزی چه شور و هیجانی دارن تماشاگران حاضر در سالن. 15-12 سه اختلاف امتیاز. مصطفی حیدری حالا کارو تموم کرد. علیرضا عبدی چو میزنه. نجفی مرداد توپشو برگردون. حالا جواد حسین آبادی و اسپک عالی است حسین آبادی. دوباره
نجفی، دستان قاسم، حالا احد کرمی و دفاع شد امیر کرم. جبران کردن شاگردان محمد کاظم، اختلاف امتیازات رو 15-15، دو تیم به هم رسیدن در ست سوم. دوباره امین نجفی، پارسا، حالا مرداد بابایی، جواد، میره کرمی، احد پاس میده پارسای دری و عالی میزنه اسپکشو پارسای دری. وای ناقصی داشت جواد حسین آبادی. امیر کرمی شروع کننده بازی است. عالی زد رحمان داوودی اسپکشو به صورت دوبل وسط. اصلانی دستان حمزه، احد، مرداد بابایی و عالی میزنه مرداد. با سه دفاع جلوی مرداد قرار گرفتن اما موفق نشدند. قاسم رفت از مصطفی حیدری، حالا رحمان داوودی ساعت جای خالی زد. شادی های خاصی رو هم دارن انجام میدن بچه های تیم مصر. فکر کنم آخر سر کار دست خودشون بده. عبدی سرویس زد، حالا مرداد بابایی برش کردون امین نجفی. ببینیم چی کار میکنه رحمان داوودی با این تو. احد، حمزه و اسپک، عالی است کاپتان حمزه زرینی. عالی میزن ارفان، احساس ناراحتی میکنه لیبرای تیمه. افسان جان، مصطفی حیدری،
حالا حسین آبادی و دفاع شد، نوروزی دفاعش کرد، صورت تک دفاع جواد حسین آبادی رو. حالا مرداد باباییه که باید شروع کنه بازی رو. سبسیو میزنه در دستان رحمان داودی، جوان حسین آبادی و اسپکش که میخوابه در زمین چادر مارا، عصبانیت در چهرش موج میزنه. جوان جواد حسین آبادی در خط سرویس برای تیم چادر مالو، چه میزنه در دستان موسا حمزه به صورت جای خالی، جلو پای جواد حسین آبادی میندازه. دراز هم داره رضا حسانی به خطای تور بازیکنان چادر مالو. حالا اصلانی میزنه، سید عیسی ناصریو دفاع ناقصه بچه های چادر مالو، توپ امتیاز رو به تیم مس میده. اصلانی از زمین بیرون میاد و امیر حسین ناوی جای خودش رو جای اونو میگیره. رحمان داودی پش مستقیما به اوت میره، در زمین چادر مالو جا نمیشه. 23-19 عالی میزنه سرویسش کاپتان زرینی و آبشار زیباست عیسی ناصری. علامت سکوت نشون میده به بازیکنان توی زمین تیم چادر مالو، لیبروی تیم مس مصطفی حیدری. سید عیسی ناصری شروع کننده بازی است در دستان قاسم حمزه. حالا خود قاسم پشت خط یک سوم سرویس شد زد، حالا جواد حسین آبادی و دفاع عالی از قاسم کارخانه. 24-20 افان نوروزی امتیاز 25 به راحتی کسب میشه برای چادر مالو. تبریک میگم به تمامی بازیکنان، کادر فنی و زحمتکشان این تیم. جناب آقای یعقوبی سرمربی، آقای شامرزاده، آقای قاضی، آقای میر جعفری، آقای بهجتی مربیان این تیم، آقای دکتر آخوندا دکتر تیم، آقای
پیمان نعمت پور، بدنساز جناب آقای رضا رجبی ماسور، جناب آقای علی ساوری آنالیزور، جناب آقای حسن شاکر و ابوالفضل برخورداری تدارکات تیم، جناب آقای فروزانی مدیر فنی تیم های والیبال باشگاه چادر مالو، جناب آقای سالک مدیر فنی تیم بزرگ سالان چادر مالو و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه شرکت ورزشی چادر مالوی اردکان. جناب آقای عطایی، جناب آقای هادی عباسی و جناب آقای سید رضایی. تا دیداری دیگر، بدرود.